زیبا، چرا من خیلی سریع وابسته میشم؟ چیکار کنم که این امر صورت نگیره و قوی باشم در روابط؟ ببین، من سریع وابسته میشم. وابستگی در نفس خودش بد نیست. ما به همه چی وابسته هستیم. من به این آب، حالا یه آبم بخورم، به این آب وابستم، به این هوا وابستم، به این عینک وابستم، به این همه چی با... به شما ها من وابستم، به لباسم، همه چیزم وابسته هستم. اما ببین اون چرا ما دلتنگ میشیم، چرا ما اذیت میشیم؟ چرا؟ به خاطر اینکه من یک انتظاری رو از یک رابطه دارم. من چون نمیتونم این انتظار رو از اون فرد بگیرم و اون فردم در واقع نمیتونم انتظار منو برآورده بکنه، اون چیزایی که کمبودایی که دارم از یه نفر میخوام. خب نمیتونه دیگه. بعد میره بیرون، دلم تنگ شد. کجایی؟ چیکار کرد؟ خب شما اگر کارتون، روابطتون وسیع تر بشه، چرا دل من تنگ نمیشه؟ من سال هاست دلم برای کسی تنگ نمیشه. اصلا دلم تنگ نمیشه، نه برای کسی، برای چیزی هم دلم تنگ نمیشه. مثلا بگم وای خیلی وقت قرمه سبزی نخوردم، وای دارم اصلا بس قرمه سبزی فلان. نه بابا، قرمه سبزی نیست، اون یکی که هست. صد تا غذای دیگه هست، صد تا غذای آلمانی هست، صد تا غذای نمیدونم کشورهای مختلف هست. اون نون نیست، وای نمیدونم نون پنیر لیقمان تبریز. بس پنیر نیست، اون یکی ده تا پنیر فرانسوی هست. من دارم اینو میخوام بگم، ما چرا مثلا فر یکی مونده در اون ور دنیا، موندیم اینجا، ما نشستیم برای خودمون لیلی مجنون میکنیم، میگیم کجایی؟ اگه تو اینجا بودی، وای اگر داستان سرایی، مرسی خانی، بازم این داستان های لیلی و مجنون بازی هایی که من در عشق تو، من برای تو فلا. اصلا مثلا این نیست، این دوستم نیست، دوست دیگه است، صدها نفر دیگه است. یه زمان شما دیگه بدتر از اون موقعی نیستید که من یه زمانی هیچ که منو قبول نداشت. توی هامبورگ میگفتن که کثیف‌ترین زن دنیا زیبا، و خانواده خودم هم که منو مریض میدیدن. اون زمانم یه شرایطیه که آدم ممکنه وابسته اینو دارم به اون خانم میگم، به سیگار بشه، به مشروب بشه، به انواع مواد مخدر بشه. اون موقع من چی گفتم به خودم؟ این یاد خیلی حرف قشنگی، عاشق خودم هستم که این حرفا رو اون موقع به خودم زدم. واقعا تو اون شرایط سخت 18 سال پیش بود، با خودم گفتم زیبا آدم ها نیستن، گفتم حیوان ها که هستن، گیاهان که هستن، طبیعت که هست، خاک که هست. بلند شدم رفتم کشاورزی کردم، انقدر بیل زدم، انقدر کلنگ زدم، انقدر کاهو کاشتم، سیب زمینی کاشتم، مجانی. یه زمین بزرگی بود اونور، آهو، قرقاول، این زمین رو من اونجا، این هم برای خودش کشاورزی میکرد. بعدم میرفت، من میموندم با این بی چیزایی که خس و چیزایی علف های هرزا میکندم، توت فرنگی میچیدم، جعفری فلان، لذت بردم. اینجا یاد گرفته بودم زندگی ادامه داره. من تو اون زمان بود که تونستم گلکاری، کتابای گلکاری رو اومدم خوندم، انواع گلها، این گزنه اینا که در اون رابطه چیز که اون زمان کشف کردم که فواید گزنه، فواید جعفری، فواید فلان، اونقدر کیف میکردم، دنیای دیگه برای من باز شد. بابا مگه فقط دنیا توی یه دوست پسر قزمیت قزمه دارم به این خانم میگم چون میشناسمش خلاصه شده، این نیست، اون یکی نیست، اونای دیگه، اصلا آدم نیست، حیوان نیست، گیاه. ما توی حیاتیم، حیات زیبا، حیات قشنگ. تو میتونی بری حتی توی اون کویری که هستی یک زیبایی هایی رو توش کشف کنی و بری بسازی. من اون عکسی که گذاشتم که منو گذاشته بودن توی تابوت ها، توی پیجم هست، همه گفتید وای چقدر وحشتناکه، دیدید دیگه.
4 ماه توی تابوتا چشم بسته فلان، با خودم گفت بعد طوری بود که ما حتی نمیذاشتم توی غذامون استخون باشه که مبادا ما با این استخونه بازی کنیم خودمون رو مشغول کنیم. امیدوارم هیچ کسی این یه همچین شرایطی براش ایجاد نشه، ولی من تو اون شرایط با خودم گفتم خب من از این شرایط چه چیزی رو میتونم بسازم؟ دنیای انسان بسیار 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 بزرگه، قویه. اصلا همین که آدم بتونه خودش رو بشناسه، من تو اونجا یک مرحله از خودشناسی من ایجاد شد. گفتم منو که از خودم نگرفتم، چشمامو بستم، منو که از خودم نگرفتم. حالا داستانش توی این کتاب دوران زندانم هست، واقعا برید بخونید. دوران زندان منو ساخت، من توی همین سختی ها چیزایی رو پیدا کردم، مسائلی رو دیدم، خودم رو شناختم. یه اتفاقی که افتاده افتاده دیگه، وقتی میفته میفته، من چی جوری با این اتفاق کنار میام اون خیلی مهم. دوست عزیزم که این حرفو زدی که من خیلی سریع وابسته میشم، خب وابستگیاتو زیاد کن. من نمیگم وابسته نشو وابسته نشو، آدم با گفتن که نمیشه، ولی من الان به این آب وابسته شدم، وقتی که میام یه چیزای دیگه ایم که ایجاد میکنم این وابستگی تقسیم میشه. انسان اساره کائنات، اساره هستیه. شما تمام این بدن ما رو میبینید، تمام این سلول های ما، مثل در وجود روح ما، یه سریش به خاطر اون تربیت هایی که داشتیم فلج شده. مثلا یه آدمی که فوبیا داره میترسه، یه بخش از وجودش فلج شده. وقتی فلج میشه خب اون حرکت نمی کنه، اون زنده نیست اون قسمتش. اینو میگم که بیایید بیدار کنید، سلول های روانتون رو زنده کنید و با تمام قسمت های مختلف هستی ارتباط برقرار کنید. همین کسی که وابسته است، خب حالا دوستت رفته، خب رفته که رفته، میرم کلی گلکاری میکنم، میرم کلی تو اجتماعات مختلف، میرم دوستای جدید پیدا میکنم. از بس آدم ندیدیم یه نفر رو که ببینیم وابستش میشین. بابا توی زندان آدم به شکنجهگر خودش وابسته میشه. چرا؟ چون این نکته خیلی مهمیه. یعنی چی؟ چون تنهایی، هیچ چیز رو نداری، تو حتی همون که اون بیاد سراغت برای تو نشانه زنده بودنه. اینو بهش میگن سندروم استکهلم و اینا، که تو حتی بهش وابسته میشی. پس بنابراین توی این جامعه که ما هستیم روابط تو وسیع تر کن. بعد میبینی وابستگیات که وسیعه، خب این یکی رفت اون یکی هست، اون یکی رفت اون یکی هست، این یکی هست. وقتی هم که هست به کسی هم نگو آی من فقط با تو میمونم. با مگه میشه آقا آدم فقط با یکی بمونه؟ یکی از بچه ها نوشته من سندروم لندن دارم. اصلا برای خودتون یه آنتیک هایی هستید دیگه. خوبه استکهلم میدیم برای چی سندروم استکهلم؟ یادم هم نمیاد، ولی یه ارتباطی با این شهر استکهلم داره. برید بزنید در میاد، به دانشمندی بود و فلان اینا تو اونجا قسمت توی شهر از اونجا بوده. خودم اومدم تعریف کنم دیدم یادم نمیاد که چی.